خب بالاخره دوشنبه شب الان شما فکر کنم دارید سه شنبه این ویدیو رو میگیرید، چرا؟ همش به خاطر کپی رایت. شنبه یک شنبه کپی رایت برداشته نمیشه. دوشنبه من تا اومدم ویدیو رو بگیرم برقا رفت، شد شب، شبم دوباره اون شرکتی که کپی رایت رو برمی‌داره تعطیله. شما باید وایسید تا سه شنبه. دیگه اینجوری است دیگه. سلام. به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. این ویدیو ریاکشن ویدیو یه منه به فامیلی علی گرامی. تو این ریاکشن ویدیو فامیلی علی گرامی رو پلی می‌کنیم، موزیک ویدیوشو با هم دیگه گوش میدیم، میبینیم و راجع بهش صحبت می‌کنیم. لینک موزیک ویدیو رو گذاشتم تو دیسکریپشن از یوتیوب علی گرامی ببینید. لینک یوتیوب دلول، لینک یوتیوب اسم نداره و لینک یوتیوب فرشاد فور دس تو دیسکریپشن، سر بزنید به اونجا ببینید چه کانتنت هایی اونجا آپلود میشه. شاید اصلا انقدر از اونجا خوشتون اومد که دیگه فرشاد فور لایف رو ندیدید. دیدید کانال فرشاد فور لایف رو. اگر فور گنگ 4GANG هاتون رو باشید تو کامنت، بریم کردیت رو بخونیم و ببینیم موزیک ویدئوی فامیلی و از علی گرامی. دایرکتور لیا حسینی، ویدئو بای آرمان، ویدئو ادیتور بای آرمان، بیت پرودوسر متینم استورمی، ساوند انجینیر آی بنی، دیستریبیوشن آردار آداوت آرت ورک، عطا فلیم هم تیریدی ها رو زده. آجی تیریدی واقعا. برو بریم دیگه. خونه جنیه؟ همین که تو هیرویه نی؟ من یکی از بچه ها پوریا S.O. تو پوریا، شما جلو دوربین نیدید پوریا رو، ولی یکی از خفن‌ترین آدمایی که میتونید بشناسید. ولی کار ندارم، پوریا میگفت این خونه جنیه تو هروی، نمیدونم، ولی من یه خونه جنی تو هروی میشستم که شب رفتم انقدر تاریک بود نیدمش چه شکلیه، ولی تو این مایه هایی سفارت بوده قدیم مثلا متروکه شده و اینا. به خودم اسم تنفره، حال بدی تلمبره، سختی ها تلنگره، اون روزا کسی نبود منو محکم بغل کنه. آه تلمباره. به خودم اسم تنفره، حال بدی تلمبره، سختی ها تلنگره، اون روزا کسی نبود منو محکم بغل کنه. تو چونم نرفت. حاجی علی گرامی نمیتونم بچگی هاشو تصور کنم. حاجی فرض کن علی گرامی رو یکی بغل کنه، خنده‌دار نیست؟ فرشاد فور لایف تو میخندی، ولی همین بغل نکردن ها همچین موج، همچین هیولاییست. آموزان سیسو نگاه پرستا که دیگه واسه بغلی نیاد دقل. سختی ها تلنگره، اون روزا کسی نبود منو محکم بغل کنه. تو چونم نرفت دیدم یه پلشت پیاده شد در انجوور، طرف شده جندم چون هنوز دختری نشده از اون مین ترهه. خودشه خودشه، دقیقا چون راه رسیدم به اون خونه اتوبان بود، یه وسط اتوبان مرد میشدی همون خونه از فشما. ترب شده جندم چون هنوز دختری نشده از اون مین تره. شب و توی فکرم عقم میمردم، ندادم ددمن، ای بدخوا زیاده کیرگوز زیادتر، با بنز نرسیدی جایی که مچکات. بدخوا زیاده کیرگوز زیادتر، با بنز نرسیدی جایی که من پیادم. روزا هوا سرد بود میبارید برف، من از آدم حسود ندیدم بیزادتر. پسند میخوره تا درات کارت فسق میشه قرار داد، هر کی که فش و بده اسم تا درات کارت فسق میشه قرار داد، میخوره تا درات کارت فسق میشه قرار داد، هر کی که فش و بده اسم من قرار داد، کارت فسق میشه قرار داد. سورنا علی گرامی، علی گرامی شده علی سورنا، هر کی که فش و بده اسم من قرار داد. مامانم واسم بود روانکاو، جایی که تو خیابونم بگیره تماس با زندگی، گرف ازم توان نرفتم پی دوا، رپ انداختتم با خودم و با رفیقام دوا، تنو چیزی که دست دادم لای رپ انداختتم با خودم و با رفیقام دعوا، و رپ انداختتم با خودم و با رفیقام دعوا، تنو چیزی که دست دادم لایکی پا زمان، تو زندگیت واسه خودت خواب ببین داشت محال، نداشتم با صحبت پا زمان، تو زندگی بای آرمان واسه خودت خواب ببین داشت محال، نداشتم با صحبت هم خیلی بال بین افکته. این افکت رو هیچی تو ایران تا حالا فکر کنم نیدم بزنه. من اولین بار تو ویدیو ایساب فرگ دیده بودم که خودش تو آینه با خودش تو دوربین فرق داره چیزاشون، اکتاشون. خیلی هم تیری که باحالیه، چشو خیلی باحال گول میزنه. اولین بار میبینم تو ایران یکی زده، فکر کنم ساده ترش هم زدن ورژن ماسکشو که خیلی هم قابل اجراست و خیلی هم باحال و ساده و باحال و ایناست.
تو زندگی واسه خودت خواب ببین داشت محال نداشتم با صحبتام تضادی بد کنی بهم بد میکنم تلافی تو زندگیم هر کی اومد امتحانش میکردم شفایی با هر کی خوب بودیم میدیدیم بیوفایی کردم واسه کیا خشمم با هر کی خوب بودیم میدیدیم با هر کی خوب بودیم میدیدیم بیوفایی کردم واسه کیا یه احساس کنم پشت پیکان یکی از این بیتاشو نوشته خشمم و غلاف و ته رفاقت و بومبست بی تقاط و روی مورا میرفتم بازم بومبست بی تقاط و دیدی بعضی بومبست ها یه تقاط هایی داره میتونی یه یه چپ و راستی بری بعد مسیر رو عوض کنی فو ته رفاقت و بومبست بی تقاط و روی مورا میرفتم بازم داشتم تعادل بعضی هم باورم ندارم مثل تناسخ میفهمی مشی باشی کلامو دروی با ذات من داداش داره تداخل جهان بیرون داره با درون تقارن احترامی جالبه که داشته خول جهان بیرون داره با درون احترامی جالبه که داشته باشه تقابل تقابل کارم دارم زنگ تلفون نمیتونم برم ایرون میرسم به آرزوم یه رو مثل مگره گور زیر گنبد کبود یکی بود یکی نبود عاشق کسی شدم یکی گود یکی نبود یکی بود گور آخه از علی گرامی هیچی بعید نیست زیر گنبد کبود یکی بود یکی نبود عاشق کسی شدم که با حرفش یکی نبود فقط فامیلی منو واسه رب نمیخواد مثل کت شلوار ریسپکت به هر کی نمیاد فقط فامیلی منو واسه رب نمیخواد فقط فامیلی منو واسه رب نمیخواد من فکر کردم همینجوری قراره تموم شه دراب نداری ولی دراب داره پشما میری به چی میخندم ببین علی گرامی یکی از underrated ترین کساییه که میشناسم یکی از hot ترین کسا و underrated ترین کسایی که میشناسم دیگه hot نیستش هم اتانا خودتون میتونید متوجه شید دیگه با 10 تا موزیک کلن 10 تا ویدیوش تو یوتیوبش هست فیتاش حالا کار نشه باشیم کلن با 10 تا موزیک رسیده به اینجایی که ویدیوش 18 که تو مثلا آفیشال آدیوهاش 18K 20K اینا داره ویو میخوره خب و کسیه که تأثیر زیاد داره ما امضای مشابه علی گرامی تا دلتون میخواد داره میشنیم به این آدم ها میگن هات به کسایی که راجبشون تو دوست داری صحبت کنی تو چیزای مختلف اصلا بدت هم بیاد ولی دوست داری راجب صحبت به میون میاره آدم هایی که با موزیکشون کانتنت تو دوست داری بسازی کانتنت زوری نه کانتنت پروموشنال این که من پروژه مارکتینگ باد ببندم بدم داف ویدیو بگیره موزیکت نه کسی که بچه زیاد داشته باشه وارث زیاد داشته باشه فلوهایی که میسازه بیت سلکشنایی که داره نوع دلیوریاش مشابهش رو زیاد بشنوی به این آدمو میگن هات به آدمی که 2K حساب داره ولی 18K ویدیوش ویو میخوره تو دو روز میگن هات خب این هاتنس لزوما اون عدد بالایی نیست هاتنس یه تناسب بین عدد بالا و تأثیر میونه به عدد فالوورها اینا نیست صرفا ولی کارت جدید رو کرد میگیری چی میگم توی فاکیو علی گرامی کارت رو کرد کارت ملودیک رو کرد کارت ملودیک دومش که خیلی هم پخته تر رو تو آیدونگی به فاک رو کرد کلا با هر ریلیزش داره کارت رو میکنه یهو اینور کارت تک شخصی سورنایی اصلا اینکه میگم سورنایی به خاطر اون تناسخ و تقابل و این کلمه های قلم به سرمش میگم ترک داریوش توکاری بود کانسپتی منظورم موضوعی منظورمه کنم ترک داری کی بود دیگه یه سری از تاریک ترین تجربه هایی که کرده بود و شیر کرده بود میخواد تجربه تاریکی توی عشق باشه توی روابط احساسی عاطفی تاریکی تو رفاقت تاریکی توی کار تاریکی تو خانواده احترام دیدن و احترام گذاشتن راجب اون چیزا داشت میخوند جالب بود چیزی بود که علی گرامی واسه شاید حتی زودم باشه یعنی هنوز اون امضا قدیمیش تک اون فلو قدیمیش و سابجکت های همیشگیش تکراری نشده که تازه بخوان موضوع جدید رو کنه ولی رو کرد موزیک ویدیوش هم من داداش ایلیا حسینی رو نمیشناسم یا شاید هم میشناسمش اسمش رو عوض کنم نمیدونم ولی به نظرم ویدیوش خیلی پیچیده نبود
خیلی مینیمال بود، کالری ریدینگش خودمونیم خیلی خوب نبود، اما شاتای واقعی و ریل باحالی داشت. اون شاتی که تو خیابون داره میره سی روشن میکنه، چی داره سیگار نه دستش و صورتش، یا اون که تو یه حالت بامتور نشسته، اون که بره اتوبان داره راه میره کلافه است، اون که بلاند موزی زده یه دور دستشه و فیلان. میگم واقعی بودن موزیک ویدیوش به نظر من جالب بود و یعنی کالر گریدینگ خاصی نداشت ویدیو، واقعا یه سری تصویر احساس کنم را بود و میدونی از اون مدل موزیک ویدیوهایی بود که مثلا موزیک ویدیو کودک هست یا موزیک ویدیو لیلدر که سریش اینجوریه. موزیک ویدیو خاصی نیست ولی انقدر به حس موزیک نزدیکه و انقدر بیشیل پیله و ریله به دل آدم میشینه و یعنی خب موزیک ویدیوی نسبتا ساده ای بود. من تنها کاری که دوست داشتم اون کاری که یه ساختمون پشتش نمای سنگ 3 سانتی این سنگ سفیدا، اون کادر منظره من بی ربط بود واقعا. بقیه کادر یه حس احساس میکنی حرف تو رو داره میزنه، احساس نمیکنی که تو نشستی اینجوری داری یه آرتیست رو نگاه میکنی که از تجربهش میگیش میازم برای اتوبان داره میره و فلان اینا. نه الان که دارم حالا خداگیری دارم میخوره جلو آقا میزنم یه سری کادر بده آجی. سر علی زده از کادر بیرون، کادر پیچیده ای نیست ولی حس در اومده. میدونی چی میگم؟ اینجوری بگیم فکر کنم بهتره. با تبدیل تجربه اولین بار دیدن ویدیو واسه من خوبه، یه بودی از خودش رو کرد. به نظرم که یکم زود بود واقعا یه چنین بودی از علی گرامی شنیدن، ولی باز خورد به نظر میاد خوب بوده و بچه‌ها مثل اینکه منتظر دیدن شنیدن همچین بودی از علی بودن. من منتظر نبودم، من به نظر میکنم دیرتر رومی کرد این بود شخصی شو. شاید جالب‌تر بود انتخاب بیت، بازم نیکس لیول بود بیتی که علی انتخاب کرده بود واسه این ترک، بیتی که متین زده بود واسه این ترک، متین و استورمی، مثلا حدود 7 لیول از اون بیت گیتار داره رپارسی هست، 70 لیول مثلا بعد از اونه. میگه چی میگم؟ فلوی لگ آف بیتی که تش زده بود، حالات تلفن صحبت کردن خیلی اورجینال، خیلی مثلا صدا خیلی اورجینال بود. تبدیل تجربه اول ما شنیدن دیدن موزیک ویدیو واسه من 8. من موزیک ویدیوش خورده به نظرم یه مقدار زیادی را داشت بهتر شه، با اینکه حسو میرسوند ولی یه سری چیزای بنیادیش میتونست بهتر باشه. ولی ساند علی گرامی خیلی جدیدی بود و خیلی اورجینال. شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک فامیلی، موزیک ویدیوی فامیلی، راجع به ریاکشن ویدیو رو دوست داشتید، اگه دوست نداشتید فورگنگ تو کامنت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره اگر ویدیوهای کانال رو دوست دارید، اگه دوست ندارید که هیچی، و به عمل آدم ها اعتماد کنید نه حرفشون. تا ویدیوی بعدی فورگنگ.